Mute yourself. Wait till I finish. که امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم، چراغ سه درد و واسه فرقا نذاریم. یه امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم، چراغ سه درد و واسه فرقا نذاریم. عزیزان همه با هم بخونیم که امشب شب عشقی، که امشب شب عشقی، بخندیم و بخونیم بدونیم که امشب شب عشقی، که امشب شب عشقی. نمیدم ببینی درد دنیا تموم قصه ها حال فردا، کیه اهل جهنم که خونش تو بهشته، کی میدونه که تقدیم تو فرداش چی نوشته. یه درمون به یه امروز واسش فرقی نداره، که فردا سر روحش زمونه چی میذاره. عزیزان همه با هم بخونیم که امشب شب عشقی، که امشب شب عشقی. سلام به همه، من شهناز همتی اینجا به همراه مهناز خانوم و علی رضا خان عیدتون رو تبریک میگیم و امیدواریم که سال 1400 برای همه سال خیلی خوبی باشه. حال نیکو، فال نیکو، سهم هر روز شما، شاد و پیروز و مبارک با نوروز شما. هر دم و هر روزتان سرشار احوالات ناب، لحظه هاتان شاد شاد و
دلخوشیتان بی‌حساب. من هم به نوبه خودم از طرف آیپا، هیئت مدیره آیپا، به یکایک شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم سالی خود پر از سلامتی و دل شاد داشته باشید. خانم دکتر رایب، لطفا خودتون معرفی کنین، راجع به خودتون و پرکتیستون. خیلی ممنون شما از خانم و من دعوت کردم اینجا. دکتر رایب آزادی هستم. من هم به نوبت خودم میخوام درود بگم به هموطنان عزیزم در آستین و تمام نقاط جهان. ایشالله که سال 1400 شمسی سال خیلی بهتری برای همه هموطنان ما در تمام دنیا باشه. میدونم سال خیلی سخت رو گذروندیم، نه تنها ایرانیان و تمام مردم جهان، به خاطر کووید-19 که در تمام دنیا رو گرفت. من دکتر داخلی هستم، تخصصم تو داخلی هست و مریضایی که میبینم از سن 14 به بالا هستن. مطبعاً در خود آستین هستم، مدیکال دایرکتور کامفورت کلینیک هستم و برای اطلاعات بیشتر میخوام وقتی این مجمع رو ندیدم، ولی شما میتونید توی وبسایت من کامفورت کلینیک آستین یعنی شهر آستین .com مراجعه بفرمایید و از اطلاعاتی بخواهیم و تمام وبسایت من و تلفن همون روی اون وبسایت هست. میخوام دکتر راجع به این واکسین یه مقدار برای ما اگه دست کنین توضیح بدین که چقدر اثر داره، چند نوع واکسین داره تا حالا. فعلا البته چندین کارخونه هنوز در پی ساختن واکسین هستن، ولی تا حالا ما 3 تا واکسین هست که FDA اپروو کرده، تصویب کرده که در آمریکا زده بشه. اولین واکسن از کمپانی فایزر اومد که FDA سریعا اینو اپروو کردن دسامبر سال پیش و دسامبر 17 بود و واکسن مدرنا که از کارخون مدرنا اومد که البته یکی از اولین کارخونهایی بود که شروع به تحقیق کرد در این زمینه دسامبر 18 یعنی در واقع یک هفته بعد از فایزر اپروو شد برای زدن و این موضوع کردن که نه تنها جلوگیری بکنه از کووید و نذاره بقیه مریض بشن و حتی اگر این ویروس شما بگیرید نفوذش به حال خیلی کمتری باشه که پشت داده نشه و مردم به بیمارستان نریفتن. واکسن سوم که از جانسن اند جانسن اومده اسمش از جانسن واکسین، اون 28 فوریه امسال بیرون اومد و تقریبا واکسن ها یه جور کار میکنن. واکسن فایزر و مدرنا هر کدوم جفتشون از mRNA گرفتن، یه پیش این ویروسی که مرده هست رو اینترودیوس کردن، گذاشتن توی بدن که بدن بهش ریاکشن نشون بده و آماده باشه که اگر خود این ویروس رو ما بگیریم بتونه به خود این ویروس حمله بکنه و نابودش بکنه. واکسن جنسن رو از یک ویروس دیگه، روتر وایرس، که سالهای سال شناخته شده و ازش واکسن های خیلی بیشتری هم درست کردن، از اون گرفتن و به بدن تزریق میکنن. ولی به هر حال هر چیزی که باشه همشون واکسن هایی هستن که مردن و زنده نیستن، برای که ما واکسن های زنده هم داریم، ولی به خاطری که این ویروس خیلی شدیدن در بدن کار میکنه و اثرات منفی داره، مطمئن هستن که این واکسن حتما ضعیف و کشته باشه که اثر منفی در بدن نداشته باشه. به هر حال وقتی وارد این بدن میشه اثراتی هست، برای شما هر چی وارد بدن بکنید و از خارج به بدن بیاد، حتی اگه آلرژی هم باشه که از دینی به بدن بیاد، شما یک ریاکشن بهش میشه. ولی هدف ما اینه که سلولای دفاعی بدن رو بیدار بکنیم که این با شناختن یک قسمت ویروس بتونن خود ویروس رو کاملا بشناسن و اگر خدای نکرده این ویروس در آینده به بدن ما وارد بشه، بتونن این ویروس رو بهش حمله بکنن و کاملا خلاص بکنن. در اصل من فکر می‌کنم که یعنی که هر این سه تا واکسن هر کسی که تونست داشت دستیاب
بله اف بی گفتن که الان به جای اینکه بگردید دنبال چه واکسنی بهتره اینه که هر واکسنی که شما دارید بزنید. چرا؟ برای اینکه الان سه نوع مختلف این ویروس در دنیا اومده، یکی در انگلیس، یکی از جنوب آفریقا و یکی در برزیل. هنوز که هنوز اون قسمت وسط مرکزی این ویروس رو نتونسته این دی ان ای ام ار ان ای رو نتونسته تغییر بده، ولی داره اون رابطتش اون خودش رو داره تغییر میده. و اگر بتونه این ویروس سریع خودش رو این آنتیژن رو تغییر بده، در اثر خیلی بیشتری برای ما میسازه. بنابراین تا حالا یک سال پیشه بتونه یک جهش خیلی کوچیک بکنه، میدونیم این ویروس جهش بلندی نکرده در این یک سال و دو سه ماه. بنابراین به عزیزان واکسن رو بزنن، اگر نزنن میتونه اون ویروس جهش دوباره پیدا بکنه و شدتش بالاتر بره، و وقتی که اون نفر مریض رو بگیره نه تنها بیشتر مریض بهشون حمله میکنه، میتونن حتی اونا رو به بقیه اطرافیان هم برن. بنابراین الان تکیه ما اینه که هر واکسنی که شما دیدید رو بزنید، دنبال این که کدوم بهتره و کدوم بدتره نباشید، بلکه تقریبا فایزر و مدرنا بیشتر از 94% دارن جواب میدن و ما در واقع حتی میبینیم که واکسن آنفلوئنزا بعضی وقتا 40% تا خیلی خیلی 60% جواب ما بده، ولی میبینیم جوابشون خیلی خوب بوده. واکسن جانسن اند جانسن توی استادیایی که خودشون داشتن میکردن، موقعی که داشتن تحقیق میکردن، گفتن 61-66% در واقع اثر داره، ولی الان میگن که امکان داره حتی اونم که 93% اثر داشته باشه، با این هم که یک واکسن فرزده میشه. بنابراین الان وقتی که شما این واکسن رو دیدید جایی به تو معرفی کردن و داشتن، بزنید، بهتر از اینکه نزنید، بذارید اون بدنتون سلولای دفاعی بدنتون شروع به تقویت کردن بشن. شما مریض کسی رو دارید که این واکسن رو بزنن؟ مرکزهایی هستن الان در سراسر آستین که به کاجان میتونن این مرکزها رو نشون بدن، روی تصویر زحمت بکشن. و الان اگر بدونید از 29 مارچ اعلام کردن که این واکسن رو سراسری به تمام همشهری های آستین میتونن بزنن، اگر شما 16 به بالا باشید و اگر فقط یک مدیکال کاندیشن داشته باشید که این اثری بتونه بهتون بذاره. بنابراین واکسن فایزر رو شما میتونید اگر 16 به بالا باشید بزنید، واکسن جانسن اند جانسن و مدرنا رو اگر 18 به بالا باشه میتونید بزنید. و من یک مرکزهایی هستن که به فرستادم و پیگا جان میتونن بزنن که هموطنان عزیز بتونن برن و اسم نویسی بکنن و سریع بزنن. این واکسن هنوز که هنوزه برای کودکان تصویب نشده، برای که ما نتونستیم این مساله ها رو به روی بچه ها بکنیم به خاطر شدت این ویروس. مقدم لسه بزرگتن خیلی ممنون که باجان. بعد از اون هم ما رو این ویروس رو در فیسبوک ما فیسبوک آلفا هم ویب سایت آلفا حتما میذاریم. علیرضا جان خیلی سا خیلی از شما خیلی ساکت باشید. من استفاده کردم. شما خیلی ساکت باشید. بذار یه سال بپرستم بهت یه چیزی که میگن تفاوتی که این داره چه استیکی بودن این وایروس ها با بقیه وایروس ها، وگرنه این هم وایروس ها. این بعد تارگتش هم که توی لانس میره این واکسن ها که میزنیم چقدر میتونه کمک کنه، که یعنی اصلا هدفش اینه که اونها از استیکی بودنش کم بکنه، یعنی دیگه چسب نکنه نبوده؟ توریه بده. این اصلا برای این تمام سلولای دفاعی بدن، تمام بدن رو، یعنی ببین سلولای دفاعی بدن همون دوری توضیح دادم قبل برنامه، این سرباز ها هستن، درسته؟ سرباز های شما هرچی ما سنم بالاتر شروع میکنن بیشتر افتاده بشن و به خواب برن. بنابراین ما هر سال تعداد شما بیدارم معمولا ما رو بچه ها بیشتر بیدارم، ولی ما مدام اینا رو وکسین میزنیم، ولی البته هر 10 سال که میدونیم ما تیم در تدرس دیفتریا بودین کاف رو میزنیم، هر سال آنفلوئنزا رو میزنیم، برای اینکه بدنمون شروع میکنه مقاومت کردن و سلولای دفاعی بدن رو ما بیدار میکنیم. و
وقتی که این واکسن ضد کووید 19 رو شما میزنید، در واقع این تیکه ام آر ان ای یا اون متغیره شناخته نشده، سیدوش دی ان هست شناخته نیست برای این بدن، یه چیز جدید و جالبی براشون. بنابراین تمام سربازا بلند میشن و شروع میکنن شناسایی بکنن این تیکه رو، و به خاطر این شناسایی هم هست که میتونه به شما یک سر عوارض جانبی بده برای تمام سلول دفاعی، فقط توی ششتون نیست. خود کووید 19 وقتی شما میگیرید، یکی از تارگت هاش، هدف هاش متاسفانه شش هست، ولی جاهای دیگر هم ما میبینیم که زده، میبینیم که بچه هایی، حتی من بچه 24 ساله ای داشتم، جوان 24 ساله ای زده دست من هست و هیچ بچه سالم هیچ مدیکال کانیشنی نداشته و لخته خون رفتن برای توی ششون رفته متاسفانه، و فقط شش نیست که اتفاقا اینجا شش رو بیشتر میزنه، من میدونم این معلوم شده، ولی باعث نورولوژیکی پرابلم هم شده، بعضی ها هستن که کاملا اصلا دید شدن نمیتونن دیگه را برن، خیلی ها هستن که کلیه ها توی بیشی رو افتادن، خیلی ها هستن لخته خون توی بدنشون وجود اومده. بنابراین این ویروس به هم از هر جانبی که ما میبینیم داره صدمه به بدن میزنه، واسه همین هدف ما نیست که اینو استیکی نکنه توی شش، هدف ما اینه که سلولای دفاعی بدن رو بسازیم که اگر خود ویروس واقعی ما گرفتیم، این سلولا بتونن احاطه کنن و نابودش کنن قبل اینکه اصلا اثری به هیچ ارگانی بذاره، اثری به شش ما بذاره، اثری به کبد ما، کدی ما، هر ارگانی بذاره. So سوال بعدی که من مثلا واکسن زدم، خب تا کی من بعد هنوز نگران باشم و واضحه که همه بزنم؟ تو وقتی میگن مثل آنفولانزا، آنفولانزا چی گفتین که وقتی میزنی خب ما دیگه نگران نیستیم، میان بیرون دیگه همون کار رو نیست، من رو داریم رو بعد یه وقت یک باری که واکسن زدیم میگیم، ولی تا کی مو بدن همون که موازه بیم باشم؟ واقعا تا وقتی که دور و بلیای شما همه رو زده باشم، البته ما نمیدیم تمام دنیا زدن، ولی الان سیدیسی گایدان گفتم اگر خانواده شما واکسن زدن، شما میتونید برید و مثلا مادر بزرگتون، پدر بزرگتون، خانه عمر بیتونید برید، اگر اونها مدیکال کانیشن بدی نداشته باشن و اونها واکسن زده باشن، و حتی اگر اونها واکسن زده باشن، شما میتونید که ماسکم نپوشید، درسته؟ ولی جاهایی در شهر هستن و کسایی هستن که کاملا در بهداشت کامل نیستن، در سلامتی کامل نیستن و گروهن اعتقاد ندارن که این واکسن زده بشه، خطر این برای شما بیشتر میشه. چرا؟ برای همینجور که ببینیم واکسن 94-95 درصد اثر میکنه، پس هنوز 5-6 درصد ما شانس داریم که بتونیم هنوز این واکسن این ویروس رو بگیریم، درسته؟ و اگر طبق صحبتی که من 10 دقیقه پیش کردم، کسایی که این واکسن رو نمیزنن، این ویروس میتونه توشون جهش پیدا کنه و واکسنی که ما الان میزنیم اثر داره میکنه به این سه نوع ویروسی که الان تو انگلیس و آفریقا و بنزیل اومده، ولی اثرش به اون شدت نیست. بنابراین گروه هایی که این نوع شدید رو میگیرن، امکان داره اونو به ما بدن و امکان داره که این واکسن براش مفید نباشه، بنابراین شناخته شده نباشه. بنابراین سعی ما این هست که همه بزنن که ما بدونیم راحت باشیم و بدونیم که میتونیم با خیال راحت بتونیم بیرون بتونیم. و تا واقعا اگه همه نزدن، من هنوز که هنوز پیشنهاد میکنم که همه ماسکتون رو بپوشید، دست شستن یه چیز بهداشتی هست، باید به هر حال دست شسته بشه و واقعا از دست دادن و بغل کردن و بیشترین این عادتی هست که مسلما ما در مملکت خودمون داریم، ولی خب نه تنها شدت این ویروس کمتر میشه و گرفتنش، حتی آنفلوئنزا و مرضای دیگر هم کمتر میشه. شما اگه ملاحظه بکنید با ماسک زدن و دست شستن، ما امسال دقیقا حتی تو کلینیک من هیچ کدوم آنفلوئنزا ما ندیدیم و الان موقعی بود که ما باید الان صدها کیس آنفلوئنزا میبینیم. بیسیک هایجین رو باید رعایت بکنید، چه واکسن زده باشید که نده. آره خب، از سوالم تموم شد.
سال نورم به تو تبریک میگم. ببخشید من تو چند سال خیلی زنی من مشغول کرده به من گفت بودن که یه قسمت نیستی رو درست بشم و لازم ده که من سر تو همه کاری میکنم بعد هست من این سال رو میکرم. By the way, happy نوروز. سال نورتون مبارک. خیلی سال بعدی بود ولی همیشه در طول تاریخ خیلی قبل‌تر نسل ما نسل پیش سر از ما همیشه این نوروز به کمک ما اومده. یعنی ما تمام این بحران رو با یک نوروز با یک سفره به اون قشنگی که اونجا میبینیم همه رو فراموش میکنیم برای یک تایمی و چقدر خوبه که با اینکه اینجا هستیم هنوز داریم اونا سلبریت میکنیم فارسی من خیلی بد شده درش و درش میگیم فارسی چون من بهتر باشه. آره درش. خب من حالا یه شعر نوروزی براتون بخونم یه کاری میکنم برای در کنار هم دیگه برای که یه تنوعی بشه ببینم خوش بذاره خیلی هم خوش بذاره بیرون هم باشه خانم دکترم که میبینیم بس شیک و نازن اینجا نشستن و من در کنارشون خیلی بالانس میسیم با هم دیگه یه استراحتی بکنم بسن گفتن ببخشید اگه صدای نام اشکال داره دیگه زومه از مدرن تازه با این دنیای جدید آشنا میشه ولی فکر میکنم دیگه این اتفاق از این به بعد خواهد افتاد برای خیلی از شده آی هوب که نه ولی در این تمرین میکنم برآمد باد صبح بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز همه روز همایون بادت این روز همه روز بهار بهار ما اومده دوباره باز تموم دلها چه بیقراره اما برای من دور تخونه بهارم مثل خزون میمونه بهارم مثل خزان میمونه خونه هزار هزار تا یادم یادگاری داره بچگی و گلک و عیدی به یادم میاره گلدونی و سراسدی بنفشه های باغچه آینه و شمدون جهاز مادرات و تاقچه بهار خونه همیشه بهاره باز تموم دلها چه بیقراره اما برای من دور سخونه بهارانم مثل خزون میمونه
بهاران مثل خزون میمونه. مرسی دیگه. میریم دوباره سوال کنیم. آره. خب خانم دکتر بگیم که ساید افکت های این واکسین چه چیزایی هست و آیا فکر میکنیم هیچ کدومش طولانی مدت باشه نباشه؟ عوارض جانبی. عوارض جانبی بیشتر چیزایی که متهمیم رو که برگیر شدیم از بسان تهمه میگن ساید افکت. وقتی که سیزن زده میشه دل درد داره و این بازی درد میگیره برای یکی که بروز از این افتر استیف میشه و سف میشه که ما همیشه میدونیم که مطمئن باشه که بعد اینجا زده همیشه دست رو تکن داریم باز رو تکن داری که این رو درد بکنه. بعضی تاول از کردن سردرد میتونه بده و میگن که بازی بده یعنی سردرد مدرخ شدیدی هست بعد رفت میگن فقط پشت کنن خدمت خانمانی هست. بدنی درد میتونه بده، خستگی میتونه بده و این میتونه دو روز برای بیشتر مردم تا یه هفته الا دو هفته برای بعضی ها. البته تب و لمس فقط این روز اول دومه ولی حالت خستگی و سردرد من دیدم تا یک تا دو هفته میتونه بده. البته کسایی که فرقش تایمو یا بعدن آیوپروفن استفاده می کنن میبینیم که سریعتر از شده این عوارض جانبی راحت میشن و میتونن برگردن به سر کار. باز بنابراین ما همیشه میبینیم که سعی بکنید این واکسن طوری بزنید که ویدای جمعه باشه بتونید شنبه شنبه داشته باشید در حالی که بتونید ریکاور بکنید و واقعا یه چیزی هم داشته باشید این تایمو آیوپروفن که بتونه اثرات جانبی رو بخواده. از لحاظ این که این طولانی مدت هست ما هیچی که حالا ندیدیم و البته میدونید اولین واکسن رو که تشکیل کردن 11 همه به سال بود. بنابراین ما فقط حولی حوش 3 ماه و نیم این مطالعه کردیم و عوارض دیدیم. واسه هر این بار نمیدونیم عوارضی که طولانی مدت باشه داریم نداریم ولی هنوز ندیدیم. ریپورت هایی بوده که دو سه نفر دوز پایزی گرفتن ولی الان CDC اومده و گفته که بی که رفتی نداشته با واکسن دارن مطالعه می کنن و میگن که شانسی اتفاقی این افتاده و هیچ رفتی نداشته. یه چندین کیس مثلا تقریبا 3-4 نفر از الان ما بیشتر از 100 میلیون مردم واکسن زدیم بنابراین نمیتونن رابطه رو پیدا کنن به امریکا. با این حال دارن مطالعه میکنن و میگن هر کسی که این عوارض داشت به CDC ریپورت بده. شما وقتی میرید واکسن میزنید یه کارتتون میدن و اونجا هم یه اسکنی داره که میتونی شما اسکن بکنید و دلیلش اینه که میخوان هر عوارضی که شما داشتید بتونید ریپورت بدید که سنترال دیزیز کنترل کمیشن CDC بفهمن که چه عوارض شما داشتید یا نداشتید و اون مطالعه بکنن. یه عوارض دیگه هم هست که البته بیشتر من توی مدرنا دیدم بهش میگن مدرنا آن من حالا چهارتا کشیدم خیلی کمه منتها میتونه بازی رو نه تنها صفر بکنه به حالت قرمز اصلا این بازی رو در میاره حدود میبینه 10-12 سانت و باد میکنه و این میتونه تا یک هفته بمونه و اونم گفتن که خیلی کمه ولی من چهار دو سال پیش خودم دیدم و کسایی که شروع کردن آیبوپروفن بخورن دیدن که کلا سر ویروس این رفت میشه و میره اینا اتفاین که میگه نمی که از بسیار بله 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 مدارا خانو بله 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 بازم اون میتونن با خوردن زرفه برای که این ریاکشن آلرژی هست یه آلرژی هست که به اون واکسن دارن میتونن که رفتش بکنن با آنتی‌بادی من باید بگم ببخشید من حسده من همه تایپ میکنم از این حرفه با من صحبت میکنم من مجرم بچه رو بکنم بعضی از گسته بعضی چیزها رو میخوان من بچه رو میدرسم برحال مبنای بردی تربیتی نشده ببخشید ولی حواست هم بوده شما من هم یکی از البته بگم نگاجون میتونن یا نه
ولی فریده خواهش کردن که یه صحبتی داشته با تاهایم سوال دارن یه خواهش صحبتی داشته باشن. من از نگاه خواهش میکنم که ببینم میتونم ایشون رو بس کنم. ببینی که تاهایم آسنت یا یا یس Okay. I'm on mute right now. You guys. سلام فریده جان. نه صدات بود قطعش کردی. دوباره برش کردم رو همون حالا. چه بود؟ آن می. نزدم. شما اونجا دست دادن به من. الان دیده نمیشم؟ چرا؟ دیده. الان آره دو تا تصویر نشون دادم. شما هستید و من با کسایی که پایین هستم. من یه سوال داشتم که ما الان دو تا شاتو زدیم میتونیم بریم ایران یا نه؟ چون ایران هیچ کس شاتو نزد آخه. همش نگرانی ما ایرانی ها اینه که چجوری بریم ایران الان. خواستم در شما چه رکومندیشنی در این مورد دارید برای ما ها؟ خانم دکتر. مثلا محقق اتفاقا بلیتو گرفتن و در حال رفتن هستن و به منم اطلاع دادن. ببینید شما هنوز میدونم که واکسن رو زدید، بالاخص اگه واکسن فایزر و مدرنا باشه اثرش خیلی بالا هست، ولی باید بدونید که امکان داره هموطنان ما واکسن رو نزده باشن و بنابراین به خاطر اینکه من البته شنفتم که یکی از جهش‌هایی که اومده در انگلیس الان در ایران هم شکسته شده و این ویروس داره تغییر میکنه، من دقیقا نمیدونم در کجای ایران، ولی میدونم که شما هنوز که هنوزه میتونید این ویروس رو بگیرید و برای که هنوز هموطن ما واکسنشون رو نزدن شما واکسن رو زدید و همون بر طبق معمول حتی تو آسین ما میدونیم که خیلی در طرفهای شرق آسین واکسن رو نزدن و احتمال این که این ویروس جهش پیدا کنه خیلی زیاده. بنابراین اگر شما مسافرت میرید سفرتون بخیر باشه، ولی مواظب باشید اونجا هنوز که هنوز میتونید بگیرید، ماسک رو هنوز باید بپوشید، سعی بکنید واقعا اون روبوسی و دست دادن و بغل کردن رو یک مقدار کنار بذارید. من مطمئنم که ایرانی های ما هم هموطان ما هم اونجا از این موضوع اطلاع دارن، بالاخص که ضربه خیلی شدیدی متاسفانه به هموطنان ما خورده شده در سال قبلی. همینجور که میدونید خیلی از دوستای ما حتی در آسیا من میدونم که فامیلاشون رو و فامیلای خیلی نزدیکشون در اون از دست دادن و بنابراین برای شما امکان داره سیف باشه و برای اونا نباشه و امکان داره برای حتی شما سیف نباشه برای اینکه اونا هم واکسنشون نزدن. یه مسئله دیگه بود که میگفتن که ما چون زدیم ما مسئولیم و ما میتونیم با اونا بدیم، اونا از ما میگیرن چون اون میکروب در بدن ما اکتیو هست، در نتیجه ما وقتی ما اونا در تماس باشیم اگه بریم ایران مثلا با خانوادم در تماس باشیم ممکنه اونا از ما بگیرن. اینجوری من شنیدم یه چیزی که میگفت شما، البته نمیدونم این طرف دکتر نبود این صحبت رو میکرد. ببینید این میکروب نیست که ما به بدنتون میدیم، این یک mRNA یه قسمت خیلی کوچیک این ویروسه که ما با در بدن شما وارد کردیم که فقط سلولای ایمیونی بدن شما رو قوی بکنیم. در واقع شما ویروسی تو بدنتون ندارید. یه مثالی که زدم اتفاقا من نمیخواستم البته مثال در جمع بگم، ولی مثالی که قبل از این زدم من به شما بگم، چیزی که ما در بدن شما گذاشتیم یه شناساییه. شما مارک BMW یا مرسدس رو هر جای دنیا برید میشناسید، درسته؟ حالا این مارک میخواد روی یه مقوا باشه، اینترنت باشه، ماشین باشه، روی این دیوار باشه، درسته؟ بله. خود ویروس و این ماشین رو تو بدن شما نکردیم، ما فقط اون مارک رو تو بدن شما کردیم. سلول‌های بدن شما، دفاعی بدن شما، سربازهای شما شروع کردن به شناسایی این مارک، بلکه تاله این مارک رو ندیده بودن. دو هفته بعد اینکه دومین واکسن رو زدی، دو هفته بعد، نه اولی، بعد از اولین دو هفته بعد شما هنوز 50% بدنتون شروع کرده که به این واکنش بده. بعد از اینکه دومی رو زدیم دو هفته تازه طول میکشه که به اون 94-95% برسه، درسته؟ بله. حالا اگه جانسن جانسن زده باشید دو هفته بعد اینکه اولین واکسن شما زده باشید این واکنش
این واکنش رو میبینیم ما. حالا بعد از این دو هفته اگر شما این ویروس رو مثلا یکی داشته باشه و به شما بده، روی شما عکسه بکنه و شما ندونید و یکی جمعی باشید و یکی این کووید رو داشته باشه و به شما بده و وارد بدن شما بشه، سربازهای شما میدونن که این مارک رو دیدن. با این هم که الان خود ماشین مرسدس تو بدن شماست اشکالی نداره، اینا مارک رو دیدن و حمله میکنن و اینو از بین میبرن. این به طور ساده رو من اینجوری میتونم بگم. بنابراین شما ویروس رو با واکسنی که به شما دادیم، ما ویروس رو به شما ندادیم که شما بخواییم بریم به هموطنان ما بدید. بله. ما فقط تونستیم که این سلولای ایمنی شما رو قوی بکنیم که اگر این ویروس رو دیدید بتونن اون رو بشناسن و از بین ببرن، سریعا از بین ببرن. ولی همینجور که به شما گفتم، هنوز که هنوز جانسن اند جانسن ما الان فقط چند هفته اینو داشتیم، یک ماه اینو داشتیم، درسته؟ توی استادیایی که کردن این فقط 60% اثر داشته، هنوز نمیدونیم اثرش تا اون 90% هست و نه. اون دوتا واکسن هم تا 94-95%، یعنی شما هنوز یه 5-6% دارید که بدشانسی بیاری و این ویروس رو بگیرید. پس ما منتقل نمیتونیم بکنیم، ولی ممکنه بهمون بدن. ولی آیا به ساید افکتش خیلی شدیدتر خواهد شد یا اینکه کمتر خواهد شد وقتی ما واکسن رو زدیم؟ این آنفولانزا و ویروس های دیگه که ما زدیم، شما میدونید که ما الان ویروس های خیلی شدیدتر از این داشتیم، اسمال پاکس، پولیو، واکسن فلج اطفال، اگه یادتون باشه اون موقع هایی که ما بچه بودیم و اینا رو به ما میزدن به این شدت اینو مطالعه نکردن که کووید 19 کردن، بلکه اون موقع اصلا تکنولوژی نبود این کارو بکنن. با این همه، با این احوال تمام دنیا رو زدن. چرا؟ برای اینکه دیدن که این کووید 19 مردم دارن فلج میشن، دارن میمیرن، اسمال پاکس میگیرن، تمام بدنشون دیستریبیوت میشه، درسته؟ الان استادی کردن این واکسنه و با این حال مردم دارن سوال میکنن که چرا و چطور. و با این هم که با این همه تکنولوژی، با این همه می‌بینید که کامپیوتر و دکتر و در حال دانشمند و اینا که سر این واکسن باعث شدن، برابر این هم عین واکسن‌های دیگه هست. این ویروس واقعا شدتش همین که شما دیدید جهانی بوده و خیلی ها رو کشته، بنابراین یه ویروس خیلی نه تنها جدید نیست، ولی به هر حال جدیدی که پیدا کرده جدیده برای ما و شدتش طوری بوده که میلیون ها ازش کشته شدن. بنابراین من هنوز اینو شوخی نمیگیرم واسهش، بخواهید تا تمام دنیا واکسن رو بزنن، این واکسن اسمال پاکس که شما همتون مارکش رو دارید مطمئنن روی بازتون و این پولیو، میدونید؟ میتونیم بگیم این واکسن هم میشه یک واکسن نرمالی که ما هر دو سال باید بزنیم یا هر سال بزنیم یا هر ده سال باید بزنیم؟ الان ما میدونیم که این واکسن مدرنا برای که اولین کامپانی، تقریبا یکی از اولین کامپانی هایی بود که با این کردن و این واکسن ها رو شروع کردن تحقیق بکنن، میدونیم که الان هلوهوش 15-16 ماه ازش گذشته و هنوز اثرش تو بدن مونده. اون کسی اولیه که شروع کردن اینا رو مطالعه بکنن. بنابراین ما هنوز نمیدونیم که هر چند وقت بعد این واکسن زده بشه. اگر این واکسن جهش پیدا کنه آنفلنزا، مطمئن باشه که هر سال ما باید یه بوستر شات بزنیم، نه دوبار ولی یه بوستر. اگر این واکسن جهش هنوز پیدا نکنه و همه رو ما سریعا طوری واکسن بزنیم که اون جهش کامل بیفته، درسته؟ کاری که میتونیم بکنیم امکان داره، البته اینو بعضی از دکترهای پی سی بی سی گفتن امکان داره هر دو سال، ولی هنوز نمیدونیم، برای که ما به اون دو سال نرسیدیم نمیدونیم که واقعا این دو سال لحظه میکنه یا نمیکنه. بالاترین واکسن رو ما هنوز مدرنا رو داریم و میدونیم هنوز افکتیو بیشتر از 12 ماه لحظه کرده. فایزر رو هنوز نداریم که به یک سال برسه و جانسن جانسن رو نداریم. بنابراین نمیتونیم، فقط میتونیم حد بزنیم و این حد امکان داره درست باشه و یا اشتباه باشه. خیلی ممنون از محبتتون. فکرم که همه خسته شدن، یه دونه میوزیک ویدیو کوتاه ببینیم که یه سرعتی کاندکتورم بکنم.
دوباره برمیگردیم موزیک دوباره با ما باشین جدیده اینجای کنیم ما دوباره برمیگردیم نور قشنگم به ما افتاده جا داره حالا یه کوچولو من صحبت کنم از عزیزان خواهش میکنم که به وبسایت آیپا برن ipaasia.com اونجا قسمت هست برای ممبر ممبرشیپ آیپا فری هست فقط برای اینکه در سالهای آینده یا امسال اگر بتونید برای تعیین هیئت مدیره برای تعیین ختمش خود آیپا که چه کاری میخواد انجام بده و شما چه کاری میخواید که آیپا انجام بده خواهش میکنم حتما وبسایت ما رو ببینید ipaasia.com فیسبوک ما رو حتما خواهش میکنم فالو کنید و خیلی خیلی ممنون میشم اگه نظریه دارید چیزی هست در مورد پست‌هایی که میذارید حتما یک کامنتی چیزی بنویسید تا یه تشویق بشه برای ماها که این طرف دارید کار میکنید بدونید که به هر حال زحمتی که دارید میکشید 70 میلیون در طول این زمانی که آیپا در خدمت شما عزیزان بوده ما افراد زیادی والانتیری و واقعا پای میشنه برای این کامیتی گرانی بودتن یکی از این افراد که واقعا قلب ما رو فشرد و روح ما رو عذاب داد آقای حمید شروف متاسفانه ایشون دیگه در کنار ما نیستن من از اینجا از شرف آلپا هیئت مدیره فقط از شرف تمام آسینه تمام ایرانیانی که در آسین هست و تمام افرادی که اهل هنر هستن و اهل هنر نیستن به خانواده ایشون به سفید جون پیمان و آرش عزیز تسلیت و امیدواریم که از خدا صبر برای تمام دوستان و فامیلی شما خواستم علیرضا برنامه دارن آره متاسفانه خیلی خبر بعدی بود ما آردی که روزگاری سختی بود توی این یک سال بعد من یک کامنتی واسه یک از دوستان در فیسبوک گذاشتم از دست دادن بدترین حس دنیا اصلا هیچ کس تجربهش نکنه خیلی هم برنامه چقدر شما آدم نزدیک باشین چقدر دور باشین ولی همین که میبینی یک نفر یک گوشه ای از این دنیا انگار دل تنگ از دست دادن یکی دلش واسه یکی تنگ شده به هر بهونه اون یکم آزار در روز و واقعا حیف شد من خیلی افتخار همکاری با همین خانم نداشتم ولی معمولا یکی از اعضای فعال شب شعر بودم ایشون اونجا میدم پنجه خوبی هم دوستم خیلی هم با احساس هست چون از یک فامیلیه که موسیقی درش جریان داشت اومده بودم واسه همه خیلی ناراحت شدم اول که صحبت ایشون شد من هم حالا یه فتر در حدی توانم تقدیم میکنم به جای خالیشون و از همین جا مگه خانمشون بچه هاشون ما رو میبینن یا دوستانی که ممکنه ایشون رو ببینن از طرف مدیرشون تسلیت بگیم و فقط زمان میتونه کمک بکنه که ما فقط با اون درد یکم کنار بیم فراموش نمیدیم فقط باش کنار روح شاد رفته با خواهد دل می شکست به باری این چنین به توفان
دل مرا سپردی، یک مهر باطن زدی به دفتر من، بعد تو نیامدم که بر سر من، بعد تو نیامد چه که بر سر من. خدای عالم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه و یاورم شد. سایش نمارد همیشه بر سر من، زیر لب بخندم به مرگ و پرپر من، زیر لب خنده به مرد و پرپر من. رفتی و ندیدی که بی تو شکست بال خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالم زمانی نمی کنم من را، ایم دل آشنا تا که هستم بیا بای من نگر نیایی، بای من نگر نیایی. روحت شاد، حفظت خانه نازمی، جاد خالیه بیشم. متشکرم. میریم سراغه یه سوال آخر بکنیم. آره. سوال آخرمونم اینه که چه کسایی نباید واکسن بزنن؟ کسایی که به چیزهایی که در این واکسن هست، بلکه هر واکسن یا هر دوای اصلیش داره و یه چیزایی هست که توش میذارن که بتونن اینو یه مدت زمان نگه دارنش میفوزن. به کامپوننت اینا اگر آلرژی داشته باشن دیگه نمیتونن واکسن بزنن، دوزش بزنن. ولی FDA گفته که اگر آلرژی پیدا کردن دومی رو که نزدن نرن واکسن دیگه بزنن، بلکه انتخاب رو نکنن پیدا کنن. ولی بقیه رو گفتن بسیدی به خودی کنن. مثلا خانم هایی که حامله هستن یا خانم هایی که در شیر میدن، ما هنوز روی بچه ها و روی کسایی که خانم هستن مطالعه نکردیم، به خاطر اینکه کسی نمیخواد بچه های خودشون یا کسی که حامله هست و اون نوزاد که در شکم هست که در خطر بندازه. پس الان هم بقیه رو واکسن میزنن ببینن اثرش چی که برسن بکنن، ولی خانم هایی حامله که کار میکنن و میتونن با کسایی باشن و خطر کووید رو بگیرن به طرف واکسن بزنن. اگر واقعا در خونه نشستن و کسی بیرون توی خونه نمیره، میتونن امکان رو باشن. ولی تا حالا هیچ مطالعه نشد که این ضرری به خانم حامله زده بشه یا به بچه زده بشه. مطالعاتی که کردن در حیوانات هست که ژنتیکشون میتونه شبیه به ژنتیک آدمیزاد باشه و دیدن که هیچ اثری به حاملگی و بچه‌هاشون نداشته. ولی در خود انسان هنوز استادی نشده و کسایی هم که زدن واکسن تا حالا هیچ اثر منفی درشون ندیدن. حالا ما میدونیم از ویروس های قبلی، باکتری های قبلی، واکسن های قبلی که برای ده ها زده شده، که شما وقتی واکسن رو میزنید به زن حامله باید واکسن خورده باشه نزنده، مثلا ما میدونیم MMR
میزنیم از رو بلای به هیچ امیان بزنن حاله نمیتنن واکسن لای به آنفلویزا رو نمیزنن بلکه خطر داره این واکسن مرده هست این بیشتر واکسن هایی که ما داریم وقتی به واکسن رو میزنیم به یک خانوم ایمیون سیستم دفاعی بدنش میره بالا و این سلولای دفاعی بدن میتونه از شیر به بچه بره و بنابراین بهتره برای این روزا واسه همین کسایی که میگن میتونم به هنوز به بچه‌م شیر بدم یا ندم بدید هیچ ضرری که نمیزنه حتی منفعت هم امکان داره داشته باشه یکی از کسایی که دو تا گروه های دیگه میگن یکی بشونن آتئینیتیس یعنی کسایی هستن که مثلا لوپس دارن روماتوید دارن آرتروز شدید دارن و اینا سلول های دفاعی بدن خودشون به خودشون داره حمله میکنه حالا میتونه به عضوشون باشه میتونه به ماهیچه باشه به چیزهای دیگه باشه سورایسیس دارن اینها همه باید واکسن بزنن میدونن که اینها سلول دفاعی بدنشون مختلفه ولی باید واکسن رو بزنن برای اینکه اگه ویروس رو بگیرن این ویروس شدیدتر سر میذاره و باعث بیمارستانی و مرگ میشه کسایی که سرطان دارن اگر سرطانشون الان دایگنوز شده یعنی باید جلوگیری بشه گفتن که اول واکسن رو بزنن و 28 روز بعد از دومین واکسن بگذره که بتونن شیمی درمانی رو شروع بکنن و اگه شیمی درمانی رو شروع کنی شما در واقع سلولای دفاعی بدن رو میکشید بنابراین این واکسن رو که میزنید اول اگه سلول دفاعی نداری و هیچ ریسپانسی نمیتونی ازشون بگیری بنابراین الان رکومنده این کردن که بزنن کسایی که حتی سرطان دارن من مرضی خودم دارم که متاسفانه تشخیص سرطان درشون داده شدن و واکسن رو زدن و گذاشتیم 28 روز بگذره و بعد اون شروع کردن به درمان ضد سرطان و بنابراین حتی تو این گروه های حساس هم هستن گفتن که برید و بزنید گروه های دیگه هستن دوباره HIV دارن و اونا گفتن که سریعا این واکسن زده بشه برای اینکه اینا اگر این ویروس رو بگیرن چون صدای دفاعی بدنشون امکان داره که نباشه امکان داره که مرگ برای در این گروه بالاتر باشه بنابراین مگر اینکه شما واقعا آلرژی به این واکسن داشته باشید 100% برید بزنید اگر توی وبسایت CDC برید میبینید که هیچ ناکسی هیچ این آنفلوئنزا که سپیده تخم مرغ توش هست توشی نیست بنابراین کسایی که آلرژی به اونا داشتن نمیتونن آلرژی به این واکسن داده باشن باز همین شانس آلرژیش کمتره خیلی ممنون خیلی توضیحاتتون عالی بود واقعا خیلی قشنگ متوجه میشه آدم تمام آره خیلی واسه که خیلی ساده بود آره خیلی ساده استفاده پزشک استفاده نکرده نه خیلی ساده تر کنی خیلی ممنون علی دوزه جان خیلی ممنون خواهش میکنم مرسی از سوی که بارو دیدم مرسی از سوی که من دارد خیلی ممنون از آیپا که این برنامه رو آیپا باید تشکر کنید که شما عزیزان که تایمتون رو گذاشتید اومدی برها میدونم که تمام زمانی که همه کار دارن و ایام عیدم هست واقعا ممنون مرسی در اینجا ما یه ویدیوی داریم از گروه برکت خانم تمیلیان و آقای دکتر احمدیان که گفتیم بعد نیستش که به هر حال چون امسان نتونستن برنامه لایوی داشته باشن به یادشون یک ویدیوی که در آخر گذاشتیم که با همدیگه تماشا کنیم با امید دیدار انشاءالله که سال خوب و خوشی داشته باشه در کنار خانوادتون و تمام دوستانتون خدا نگهدار. خیلی ممنون. ماسک گرفتم. مخصوصا چیز بده. نزدیکه. ماسک یادتون نره. به ما فاصله رو رعایت کردیم با اینکه هممون واکسن زدیم. من که 5 بار زدم به جلو. فقط که شب ها بی تو تنها به پای مینا ساغر به دستم مست مستم
عشق سرکش سوزان تو آتش گم کرده ام شور جوابی در نیمه راه زندگانی چه سازم بخواهی که بردار
چنان زار و گریم آیی که از گریم املاقه در گریم شیم آیی که از گریم املاقه در گریم شیم نوایی 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 آیی همه با جوانی بگذرد تو قدرش ندارد